60 میلیون سال پیش زمین جای هیولاهای عظیمی بود که بعد از انقراض دایناسورها سلطنت می‌کردند. در میان اونها یکی از بزرگترین و ترسناکترین موجودات خزنده بر زمین بود، تیتانابوا. مار عظیم و جثه‌ای که حتی تمساح‌های غول‌پیکر هم در برابر اون کم می‌آوردند. اما اگه این هیولای فراموش شده دوباره زنده بشه و به دنیای مدرن برگرده چه اتفاقی می‌افته؟ تیتانابوا به عنوان بزرگترین مار کشف شده تا به امروز با طولی بیش از 14 متر و وزنی حدود 1100 کیلوگرم بیشتر شبیه به یک هیولای واقعیه. این مار غول‌پیکر در جنگل‌های گرمسیری آمریکای جنوبی به ویژه در مناطق مردابی زندگی می‌کرد. پوست تیتانابوا ضخیم و قهوه‌ای مایل به سبز بود و بدن اون به قدری نیرومند بود که میتونست حیواناتی به بزرگی تمساح‌های باستانی رو با یک فشار له کنه. این مار نه تنها به دلیل اندازه بلکه به خاطر قدرت بی‌نظیر عضلاتش به عنوان یکی از برترین شکارچیان زمان خودش شناخته میشد. تیتانابوا به عنوان شکارچی رأس قادر بود از هر موجودی در قلمروش تغذیه کنه. این مار به روش کلاسیک مارهای امروزی طعمه‌هاش رو ابتدا با پیچیدن دور اونها خفه می‌کرد. برخلاف مارهای سمی، تیتانابوا از فشاری وحشیانه استفاده می‌کرد. برآورده‌ها نشون میده که قدرت بدن این مار به حدی بود که میتونست یک تمساح بزرگ رو در کمتر از چند دقیقه از پا در بیاره. تیتانابوا از کمین و شبیخون برای شکار استفاده میکرد. با طول و ضخامت بدنش این مار به خوبی میتونست خودشو درون آبها و جنگلهای انبوه پنهان کنه و به طور ناگهانی به قربانی خودش حمله ور بشه. شبیخون این مار اونقدر سریع و قدرتمند بود که حتی حیوانات بزرگ شکاری فرصت واکنش نداشتن. حالا تصور کنیم که تیتانابوا به دنیای مدرن برگرده. آیا جنگل‌های امروزی میتونن از اون محافظت کنن؟ بله، مناطق مرطوب و گرمسیری همچون جنگل‌های آمازون و حوزه رودخانه اورینوکو همونقدر که 60 میلیون سال پیش برای این مار مناسب بود، امروز هم برای اون زیستگاه ایدئالی خواهد بود. این مار غول‌آسا به راحتی میتونه در میان گیاهان انبوه و باتلاق‌ها مخفی بشه و از حیوانات امروزی مانند گوزن‌ها، ببرها و تمساح‌های بزرگ تغذیه کنه. حتی انسان‌ها هم ممکنه در لیست طعمه‌های اون قرار بگیرن. اگه تا اینجای ویدیو رو لذت بردین، حتما ویدیو رو لایک کنین. بازگشت تیتانابوا به جنگل‌های امروزی تأثیرات چشمگیری بر اکوسیستم خواهد گذاشت. بسیاری از شکارچیان برتر همچون تمساح‌ها و جگوارها رقیبی بیرحم خواهند داشت که به سرعت تعادل طبیعی زنجیره غذایی رو به هم خواهد زد. جمعیت حیوانات کوچک و متوسط به شدت کاهش پیدا می‌کنه و تیتانابوا خودش رو در بالای هرم غذایی قرار میده. از سوی دیگه انسان‌ها در مناطق نزدیک به جنگل‌ها هم به شدت در معرض خطر خواهند بود. تیتانابوا به سرعت به عنوان یک تهدید برای زندگی انسان‌ها شناخته خواهد شد. بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک در نزدیکی جنگل‌ها با گزارش‌های مرموز از ناپدید شدن افراد و حیوانات اهلی مواجه خواهند شد.
با افزایش این تهدید، دولت‌ها بناچار تیم‌های نظامی و تحقیقاتی رو به جنگل‌ها اعزام خواهند کرد تا این موجود عظیم و جثه رو تحت کنترل خودشون در بیارن. اما آیا به راستی میتونن چنین هیولایی رو مهار کنن؟ اگه تا اینجا ویدیو رو خوشتون اومده، حتما کانال رو ساب کنین و زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. بازگشت تیتانا بوا علاوه بر تهدید مستقیم برای انسانها، میتونه به تغییرات وسیعی در محیط زیست منجر بشه. حضور این شکارچی عظیم بسیاری از گونه های جانوری رو در معرض انقراض قرار میده. شکارچیان فعلی مانند جگوارها و تمساها با کاهش تعداد طعمه های خودشون مواجه میشن. به زودی دیگه هیچ حیوانی برای حفظ تعادل اکوسیستم باقی نمیمونه. اما هر تلاشی برای بدام انداختن یا کشتن این مار غول پیکر بیفایده خواهد بود. سرعت و قدرت خارق العاده تیتانا بوا در کنار توانایی پنهان شدن در محیط اون رو تقریبا غیر قابل تعقیب و دسترسی میکنه. بازگشت تیتانا بوا نه تنها باعث وحشت انسان‌ها و حیوانات میشه، بلکه تعادل زیست محیطی و جنگل‌های مدرن رو به کلی از بین میبره. این موجود افسانه‌ای و مهیب در دنیای امروز به چیزی فراتر از یک شکارچی تبدیل خواهد شد، به یک نیروی بیپایان و غیر قابل توقف. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو با ما همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین. حتما نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برامون کامنت کنین. و اگه به دیدن این قبیل ویدیوها علاقه دارین، پس ویدیویی که روی صفحه میبینین رو از دست ندین که در اون خطرناکترین دایناسورهای تاریخ رو به شما معرفی کردیم. برای ماجراجویی های بیشتر با کانال تاپ 10 بیست همراه باشید.